بیننده گرامی آقای یا خانم نوری، ایشون نوشتن که روایتی که شیعه درباره اینکه جز شیعه همه حرامزاده هستند، آدرس روایت و یا عکس صفحه رو برایم بفرستید. عزیزانی که از طریق ایمیل از من میخوان که این مطالب رو بفرستن، من راستش فرستادن مشکله، چون بعضی از اینا اسکن شده، حجمش خیلی بالاست و فرستادنش کمی وقتگیر خواهد بود، همچنین دانلودش برای شما عزیزان با اینترنت کم سرعت. در صورت من این مطالب رو از کتاب های اینا خدمتون نشون میدم. این تفسیر عیاشی است، دوستان نشون بدن. تفسیر عیاشی در صفحه 234، اینجا حکایت تولد فرزندان شیعه و فرزندان غیر شیعه رو در اینجا میاره با الفاظ خیلی زشت و رکیک، که میگه وقتی که یک مولودی به دنیا میاد، اگر که از جمله شیعیان باشه، خداوند به این ابلیس میگه که انه من شیعتنا، حجبه عن ذلك الشیطان، خدا این رو پنهان میکنه از نظر این شیطان، و ان لم یکن من شیعتنا، اگر از جمله شیعیان ما نبود، شیطان انگشت خودش رو در به اصطلاح در آلت تناسلی یا در مقعد این شخص قرار میده، و اگر که دختر باشه فاحشه میشه، و اگر که فان کانت امراه فاجره میشه، یعنی فاحشه میشه، و اگر که پسر باشه به اصطلاح لواطکار میشه، و این گریه شدیدی که از کودکان به اصطلاح شنیده میشه در هنگام ولادت، این به خاطر همین مسئله هست. این بله در تفسیر عیاشی این مطلب رو آوردن که در مورد فرزندان اهل سنت. احمد آقا برادر عزیزمون شماره تلفن رو عوض کردن، دوستان به شماره جدید تماس بگیرن، چون شماره رو سانسور کردن در ایران. اینم روزتون من الکافی در جلد 8 صفحه 285 روایت 431، علی ابن محمد عن علی ابن العباس عن حسن بن عبدالرحمن تا میرسه به ابی جعفر امام باقر، قال قلت له ان بعد اصحابنا یفترون و یقذفون من خالفهم، بعضی از اصحاب ما تهمت میزنن و فوش میدن به مخالفین، فقال لی الکف عنهم اجمل، یعنی بهتر است که در مورد اونا چیزی نگین. ثم قال والله یا ابا حمزه، به خدا ای ابا حمزه، ان الناس كلهم، همه انسان ها، اولاد و بقایا ما خلا شیعتنا، همه انسان ها زنازاده هستند مگر شیعیان ما. حدیث 431 285 صفحه 285 جلد 8 حدیث 9 و وصیته روزت من الکافی از محمد ابن یعقوب کلینی، اینم این روایت. و همچنین توهین ها و اهانت های فراوانی به اهل سنت شده در کتاب های اینها. مثلا در اینجا ببینید، در کتاب اصول کافی، در اینجا در صفحه 697 میگه که هرگاه پس از من اهل ریب و بدعت را دیدید، از آنها بیزاری جویید و بسیار با آنها دشنام بدهید و درباره آنها بد گویید و تن بزنید و آنها را خفه کنید و وامانده سازید تا فساد در اسلام طمع نکنند و مردم از آنها برحذر شوند و از بدعت های آنها نیموزند، تا خدا برای شما در برابر این کار حسنات نویسد و درجات آخرت را برای شما بالا برد. علامه مجلسی در اینجا در شرح این مطلب چی میگه؟ و گفته شده مقصود آنها کسانی هستند که دینشان بر پایه گمان و توهم فاسد است، چون علمای اهل خلاف. اهل خلاف یعنی مخالفین اهل سنت. مثلا تشکر میکنم از احمد جان
بزرگوار و همچنین همین مطلبی که در روضت الکافی خدمتتون نشون دادم ترجمه فارسیش رو هم که در ایران چاپ شده صفحه حدیث 431 میگه دستور به شیعیان در ارتباط با مخالفان و احکام مربوط به اموال. ابو حمزه گوید به امام باقر عرض کردم به راستی بعضی از شیعیان بر مخالفین افترا میبندند و ایشان را حرامزاده میخوانند. حضرت فرمود خودداری از آنها نیکوتر است. سپس فرمود ای ابو حمزه به خدا سوگند که همه مردم زنازادند جز ما و شیعیان ما. اینم نص عربیش که روضت الکافی، اینم ترجمه فارسیش، در ایران هم چاپ شده این کتاب، ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی. تشکر میکنم از این برادر عزیزمون و سوالی که پرسیدن. Allah 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 Allah